خمیرمایه فرسیان خمیرمایه مذهب شده بود، تکرار شده بود. امروز هم خیلی ها مخالف من هستن که چرا من درباره ایران صحبت میکنم؟ چون گذشتگان درباره یک مملکت کمتر صحبت میکردن، کمتر مثل مارتین لوترها بودن. برای همین هست یک خمیرمایه دیگه ای شده و گویا دوباره تو یک مذهب شیک همه داریم بدن میزنیم بدون اینکه یه دقیقه باستیم ببینیم آیا درست استادیم یا نه. نکنه ما تو مذهب گرفتار شدیم، نکنه ما هم اسیر شدیم، چون فریسی ها کلام رو به خوبی میدانستن، حقیقتا خدا رو دوست داشتن و منتظر ماشیه بودن، اما یک جا خودشون رو گرفتار کرده بودن توی دایره مذهب، تکرار میکردن آنچه را که دیگران انجام دادن، مطیع آنها شدن به جای که مطیع کلام خدا و روح خدا بشن. و یک خمیرمایه دیگه ای بود، خمیرمایه زندگی تو عوض کن تا مبادا اون میان در مزد و پیشگیار که میگه همشکل این جهان نشو، هوشیار باش، زندگی تو تبدیل کن. لازم است توبه کن، منم توبه میکنم، هر روز توبه میکنم، تا آدم هستم توبه میکنم، اگه بمیرم فرشته بشیم، تبدیل بشیم که فرشته نمیشیم، تبدیل میشیم. یه دل به توبه نداریم، توبه باید بکنیم، تقدیس باید بکنیم، پوزش باید بخواییم از خودمون، از خانوادهمون، از خلق خدا، همیشه تو این مسیر باید قدم برداریم اگر زندگی سالمی که مسیح به ما داده رو میخواییم داشته باشیم. بله؟